بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی، چه حاضران و چه غایبانی که از راه دور صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند. امروز جلسه هشتم از سلسله جلسات شرح دیوان آتش‌دیده نیر تبریزی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال کتاب شریف مثنوی آتش‌دیده به بخش ذکر شهادت حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام می‌رسیم. در جلسات گذشته در مورد شب تاسوعا و اون شبی که همراهان امام در خیمه حضرت جمع شده بودند و در حضور حضرت همگی دور هم بودند و حضرت برای اونها سخنرانی میکرد، صحبت‌های رو خدمتتون عرض کردم و اینکه حضرت ابا عبدالله به تمامی یاران خودشون خطاب کردند و گفتند که امشب شب آخر زندگی ماست و هر کسی که مایل هست اینجا رو ترک کنه بنده هیچ منعی قائل نخواهم شد و از این تاریکی شب استفاده بکنید و اینجا رو ترک کنید. عده‌ای بودن ظاهراً از اصحاب که به خاطر مسائلی که داشتن اونجا رو ترک کردن و اون یاران جانی و اون خواصی که تابع عشق ابا عبدالله بودن در اون جمع باقی بودن. وقتی این جمع خالص شد، ابا عبدالله صحبت‌های خیلی عجیبی برای اون یاران کرد و همه اونها را وعده بهشت داد و در نهایت پرده از دیدار اینها یکی یکی باز پشت به خود نگیر که ما خونیم و هر کدوم از این اصحاب و یاران جایگاه خودشون رو در بهشت مشاهده کردن. در این بین یک نوجوان 14 ساله‌ای بیتابی میکرد و مدام از این سو به اون سو میرفت تا سوالی بتواند از ابا عبدالله بپرسد و کسی نبود غیر از قاسم ابن حسن که در نهایت دست خود را بلند کرد و عرض کرد که آیا من هم در بین این کشته شدگان و شهدا خواهم بود؟ ابا عبدالله نگاهی میکنه به این کودک، چون 14 ساله است، یک نوجوان رعنا، و میگه که آخه در نزد تو، در فکر تو شهادت چطور چیزی هست؟ یعنی عجیب میاد براش که این کودک چقدر مشتاق هست که ببینه آیا ایشون هم در بین شهدا خواهد بود یا نه. قاسم ابن حسن برمیگرده میگه که حضرت میپرسه کیف الموت عندک، مرگ در نزد تو چطور هست؟ میفرماید احلا من عسل، از عسل شیرین تر است. وقتی این جواب رو حضرت میشنوه گریه میکنه و چیزی نمیگه و جوابی به ایشون نمیده و این معما و این سوال در دل این فرزند، فرزند امام حسن علیه السلام، باقی میمونه تا نزدیکی های ظهر عاشورا که یک یک تمام صحابه به شهادت رسیدند، نوبت به بنی هاشم رسیده، حضرت علی اکبر به شهادت رسیده و چندی از دیگر اصحاب به شهادت رسیدن و یاران به شهادت رسیدن و قاسم ابن حسن میاد به خدمت ابا عبدالله تا اذن جهاد بگیره. مشهور هستش که جثه حضرت اینقدر نحیف بود و خب به اون سن بلوغ جوانی هنوز نرسیده بود و اون جوشن و اون زرهی که به تن کرده بود خیلی براش بزرگ به نظر میرسید و آماده جنگ شد و اومد و اذن جهاد خواست. حضرت ابا عبدالله حضرت قاسم رو در آغوش میگیره و خیلی گریه میکنه و اذن نمیده، اجازه جهاد نمیده بهشون و بعدش حالا چه اتفاقاتی میفته که بنده اعتذار میکنم از اینکه اینها رو توضیح بدم، چون در قالب شعر جناب نیر
خیلی زیباتر و شیباتر اینها رو توضیح بدن. انشاءالله اینها رو بخونیم و در حین داستان توضیحات بیشتر رو خدمتتون عرض کنیم. شهادت حضرت قاسم علیه السلام. قاسم آن نوباوه باغ حسن، گوهر شاداب دریای مهن. دریای مهن یعنی دریای مهنت ها، گوهری شاداب در دریای مهنت ها و سختی ها. شیر مست جام لبریز بلا، تازه داماد شهید کربلا. اینجا معرفی میکنه که ایشون به عنوان تازه داماد شهید کربلا هست. این داستان دامادی رو هم ما اینجا خواهیم کن که خب بعضی ها تشکیک کردن در این که این واقعیت نداره، در اون هنگامه جنگ چه لزومی داشت که خطبه عقدی خونده بشه یا یه همچین اتفاقی بیفته. و در اینجا جناب نیر به زیبایی ما توضیح خواهد داد که چه اتفاقاتی افتاده که به اینجا منتهی شده. شیر مست جام لبریز بلا، تازه داماد شهید کربلا. 14 ساله جوان نونها، برده ماه 14 شب را به سال. ما در اون سیر ماهانه خودش از روز 1 تا 14 ابتدا هلال هست و رفته رفته کامل میشه تا به ماه تمام بشه تبدیل میشه. ایشون اینجا اون سالهای عمر حضرت قاسم رو به اون روزها تشبیه کرده که بعد از این 14 سال به ماه تمام تبدیل شده. قامتش شمشاد باغستان عشق، روش یعنی رویش سرمشق نگارستان عشق. در حیا فرزان فرزند حسن، در شجاعت حیدر لشکر شکن. با زبان لابه نزد شاه شد، لابه یعنی تضرع. از میره پیش حضرت عبادالله با حالت تضرع که اجازه بدن که ایشون هم به میدان جنگ عازم بشن. خب همونطور که میدونید همه این صحابه و تک تک اون یارانی که وجود داشتن یک به یک اذن گرفتن، اذن شهادت گرفتن و بعد به میدان رفتن. و تا حضرت عبادالله اذن نمیداد کسی جرأت نمیکرد که سر خود بخواد در این وادی قدم بگذاره. با زبان لابه نزد شاه شد، خواستار عزم قربانگاه شد. گفت شه که ای رشک بستان ارم، گفت شه که ای رشک بستان ارم، رو تو در باغ جوانی خوش بچم. تو هنوز نوجوانی، در سنین ابتدایی جوانی هستی، برو در این باغ جوانی بخرام، برای خود زندگی کن. همچو سرو از باغ غم آزاد باش، شاد زیو شاد باد و شاد باش. با دیدن یعنی رشد یافتن، پرورش یافتن. برو فرزند، برو در این باغ جوانی بچم، زندگی کن، بباغ. همچو سرو از باغ غم آزاد باش، شاد زیو شاد باد و شاد باش. محلنه زیبا تزرب خوش خرام، این بیابان سر به سر بند است و دام. تزر یعنی کبک، خوشخرام، کبکی که میخرامد در طبیعت. الله ای آهوی مشکین تتار، تیرباران است دشت و کوهسار. تو مانند یک آهوی مشکین تتار هستی، برو با در این بزم زندگی کن، به زندگی خودت ادامه. این دشت و کوهسار، این میدانگاه جنگ، محل تیرباران است. بوی خون می آید از دامان دشت، نیست کس را زان امید بازگشت. چون تو را من دور دارم از کنار، ای برات و از برادر دارم. این محبت به
برادرزاده، خواهرزاده، حتما هر کدوم از این از شما عزیزان این محبت رو احساس کردین که انسان شاید به فرزند خودش به اون حدی علاقه نداشته باشه که شاید به برادرزاده یا خواهرزاده خودش علاقه داشته باشه. این محبت یک نوع محبت خیلی خاصی هست و واقعا شاید هم اندازه اون محبت مادرانه و پدرانه باشه، هیچ فرقی نکنه و شاید بعضی وقتا بیشتر هم بشه. کی روا باشد که این رعنا نهاد، گردد از سم ستوران پایمال. سم ستوران یعنی اون سم حیوانات و اسبهایی که در میدان هستن، پایمال بشه یعنی این رعنا نهاد رعنایی که وجود تو رو به قول وجود ایشون رو تشکیل میکنه بره و در میدان جنگ زیر سم حیوانات و اون اسبها پایمال بشه. کی روا باشد که این روی چو ورد، ورد یعنی گل سرخ، غلطدن در خون به میدان نبرد. گفت قاسم کی خدیو مستطاب، ای تو ملک عشق را مالک رقا. مالک رقا یعنی مالک بندگان، بزرگ بندگان. در ملک عشق تو مالک بندگان هستی. گرچه خود من کودک نورسته ام، لیک دست از کامرانی شستم. با این که من کودک هستم ولی دست از این کامرانی دنیا شستم. من به مهد عاشقی پرورده ام، خون به جای شیر مادر خوردم. زندگی من سراسر اینطور بود. خب میدونید که حضرت قاسم تقریبا 3-4 ساله بود که پدر عزیزش رو از دست داد. ایشون رو هم به نحوی ترور کردن و با قولی مسموم کردن به شهادت رسوندن. البته حضرت قاسم یک برادر کوچکتر هم داشته که تقریبا 10 ساله بوده و اون جناب عبدالله ابن حسن، ایشون ظاهرا اصلا پدر خودشون رو ندیده، یعنی بعد از 5-6 ماه بعد از پدر ولادت پیدا کرده و ایشون هم در واقعه کربلا هستن و اتفاقا ایشون هم به شهادت میرسن با اینکه کودک هستن و این ذکر شهادت ایشون رو هم انشاءالله فردا خواهیم کرد. خب زندگی این دو کودک بدون پدر تقریبا آغاز شده و زیر چتر ولایت ابا عبدالله اینها بزرگ شدن و والیدن و در حقیقت ابا عبدالله پدر ایشون بود، هیچ فرقی با پدر نداشت. من به مهد عاشقی پروردم، در گهواره عاشقی یعنی در اون مهد عشق ورزی من پرورش پیدا کردم. خون به جای شیر مادر خوردم، کرده در روز ولادت کام من. باز با شهد شهادت مام من، مادر من با شهد شهادت کام من رو باز کرده. گرچه در دور جوانی کام هاست، کام من رفتن به کام هجده هاست. در دوران جوانی انسان در پی کام روانی است، در پی این هستی که آرزوهای خودش رو به قولی جامعه عمل بپوشونه، ولی آرزوی من رفتن در کام اژدها هست. کام عاشق غرق در خون گشتن است، سر به خاک کوی جانان هشتن است. آرزوی عاشق این هستش که در حضور معشوق جان به جان آفرین تسلیم بکنه، عزیزترین چیزی که داره اون رو هم وقف معشوق بکنه. اون شعر مولانا که معشوقی عاشقی به حضور معشوقی رسیده بود و میگفت نامه ها میخوند برای معشوق و میگفت که تو چه میدانی که من چه ها کشیدم در فراق تو. من در فراق تو گریه ها کردم، شب زنده داری ها کردم، گرسنگی ها کشیدم، کام من بسته شده و هیچ طرفی از زندگی ندیدم و همواره در این فکر بودم که به وصال تو فکر میکردم. همه این سختی هایی رو که در طول مدت عاشقی خودش گذرونده اینها رو یک به یک ذکر میکنه. وقتی تموم میشه معشوق میگه همه اینها رو تو کردی و اصل قضیه رو به جا نیاوردی. میگه اصل قضیه چی هست؟ میگه این همه کردی، این همه کردی نمردی، زنده ای. هین بمیرد
یار این بمیرد یار فرمان برده‌ای، یک همچین اصطلاحی داره. یعنی اینکه معش عاشق اگر درجه نهایی عشق رو بخواد پی بکنه و بپیمایه، این هستش که جان خودش رو هم فدای معشوق بکنه، اون مرحله نهایی رو هم بره. دوباره مثال میزنه مولانا، میگه که اگر نردبانی باشه که 100 پله باشه تا به پشت بام بری، 99 پله رفته باشه باز به پشت بام نرسی. وقتی به پشت بام رسیدی که پله آخر رو هم بری، پله آخر جان دادن در راه معشوقه، و این نشان دهنده وفای عاشق به معشوق است. اینجا همون مفهوم رو داره برای ما پیاده سازی میکنه. کام عاشق غرق در خون گشتن است، سر به خاک کوی جانان هشتن است. هشتن یعنی سر گذاشتن. ننگ باشد در طریق بندگی، بر غلامان بی شهنشه زندگی. زندگی را بی تو بر سر خاک باد، کامرانی را جگر صد چاک باد. یا ابا عبدالله، اگر شما نباشید، اگر وجود شما نباشید، خاک بر فرق این زندگانی باشه. کامرانی چه سود دارد، جگر کامرانی سچاک باشد. لابه های آن قتیل تیر عشق، می نشد پس رفته نزد پیر عشق. هر چقدر ایشون ناله و زاری کرد، حضرت عبدالله قبول کرد، امتناع کرد و اجازه و اذن جهاد نداد. بازگشتن نوگل باغ رسول، از حضور شاه نومید و ملول. یعنی ناامید شد و به خیمه خودش بازگشت. شد به سوی خیمه آن گلگون ازار، از دو نرگس بر شقایق ژاله بار. نرگس چشمان از فاضل هست، شقایق گونه ایشون، و ژاله باریدن یعنی اشک ریختن. چون نگردد گفت سیر از زندگی، آنکه نپسندد شهش بربندگی. چگونه از زندگی سیر نشه اون کسی که شاهش اون رو به بندگی قبول نکنه. چون ز بیقدری نکردد شه قبول، رخت بربند از تن ای جان ملول. ای جان از این تن برو، جان به سپار، یعنی بمیری بهتر از این هست که شاهت تو رو به خاطر بیقدر بودنت قبول نکرد. سر که فتراکش نبستان شه سوار، گو سر خود گید و بر سر خاک باد. اون کسی که افساری بر اون نبستن و اون رو برای مال خود نکردن، سر خودش رو بگیر و بر سر خودش خاک ببار. اون به جایی نخواهد رسید. سر به زانوی غمان بالا نشاد، کامدش ناگه ز عهد با یا. نشسته بود از قاسم، سر به زانو گذاشته بود، گریه میکرد، ناله میکرد، که ناگهان از زمان پدر بزرگوارش یک عهدی به یادش میاد که به هنگام رحیلان شاه فرد، هیکلی بر بازوش تعویز کرد. امام حسن علیه السلام موقع شهادت یک تعویض، یک در حقیقت بازوبندی رو به بازوی حضرت قاسم می‌بنده و بهشون می‌فرماید که هر وقت کار برای تو سخت شد، هیچ چاره‌ای پیدا نکردی، اون وقت باز کن و اون چیزی رو که برای تو نوشتن اون رو نگاه کن. که به هنگام رحیل، یعنی رحلت کردن، آن شاه فرد، یعنی امام حسن علیه السلام، هیکلی بر بازوش تعویض کرد. گفت هر جا سخت گردد بر تو کار، نام بکشا و نظر بر وی گمار. هر کجا سید غم آرد بر تو رو، این وصیت باز کن بنگردن. گفت کاری سخت تر زین کار نیست، که به قربانگاه عشقم بار نیست. از این سخت تر کاری در زندگی من وجود ندارد که من رو به قربانگاه عشق راه ندادن. بار یافتن یعنی راه پیدا کردن، بار نیست یعنی راه ندادن. یا چه غم زین بیشتر که شاه را، ره به خلوتگاه
ره به خلوتگاه خاصانم نداد. از این غم شدیدتر میتونه باشه که اون شاه بزرگ من رو به خلوتگاه خاصان خودش راه نداده. نامه رو بخشود و دیدش کش پدر، کرده عهدش کی همایون رخ به سر. ای تو نور چشم امه امو جان با، وی مرا تو در وفا نائب منا. ای نور چشم امو و پدر، ای کسی که نائب من و جانشین من در وفاداری خواهی بود. من نباشم در زمین کربلا، بر تو بخشیدم من این تاج ولا. این تاج ولا رو بر تو بخشیدم. تو نائب مناب من خواهی بود، جانشین من در کربلا خواهی بود. چون ببینی عم خود را بیمعین، در میان کارزار اهل کین. وقتی عموی خودت رو بدون یاور تنها در میان اهل کین دیدی، زینهار سر و رعنای سهی، لابه ها کن تا به پایش سر نهی. جهد کن فردا نباشی شرم سار، در حضور عاشقان جان نثار. جان به شمع عشق چون پروانه زن، خود بر آتش چابک و مردانه زن. بر قد موزون کفن می کن قبا، اندر آن صحرا قیامت کن به پا. شاهزاده خان چون عهد پدر، با ادب بوسید و بنهادش به سر. می نگنجید از خوشی در پیرهن، هجله داماد شد بیت و لحزن. از خوشی در پیراهن خودش نمی گنجید، اما از اون طرف این داستان دامادی به پیش خواهد اومد که در جریان اون رو تعریف خواهد کرد، که اون خانه و هجله دامادی غم خانه خواهد شد. عقده های مشکلش گردید حل، یعنی گره های مشکلش حل شد. وان همه اندوه به شادی شد بدل، تمام اندوهش به شادی بدل شد. از شعف چون غنچه خندان شکفت، شکر ایزد را به جای آورد و گفت. ای همایون قرعه اقبال من، کایه لا تقنت آمد فال من. این خوش اقبالی من هست که فال من آیه لا تقنت اومد. آیه لا تقنت که میفرماید لا تقنت اومد من رحمت الله، از رحمت خداوند ناامید نشه. رحمت خداوند همواره جاری و ساری هست، هیچ وقت نباید از رحمت خداوند ناامید شد. شکر الله که افتتاح این مثال، کوکب بختم برآورد از وبا. این شروع، این گشایشی که در این عهد بود باعث شد که ستاره اقبال من از بدبختی به خوشبختی میل بکنه. در فضای عشق بالفشان شدم، لایق قربانی جانان شدم. عهدنامه برد شادان نزد شاه، با تضرع گفت که ذل اله، یعنی سایه خداوند. سوی درگاهت به کف جان آمدم، نکز شه در دست فرمان آمدم. اینجا شه یعنی امام حسن علیه السلام. سرخط امضا دهین منشور را، و از جسارت عذر نه مأمور. این نامه نوشته شده رو خودتون تایید بفرمایید، خودتون امضا بفرمایید، و من مأمورم و معذور، چاره‌ای ندارم که باید به فرمان پدر عمل بکنم. دید چون شاهان خط مینو نگاه، شد به سیم از جز مروارید با. تا نامه از نماد دلاتی شروع به گریه کرد. گفت که ای صورت نگار خوب و زشت، جان فدای دست تو کین خط نوشت. جان فدای دست تو ای دست حق، که گرفته بر همه دستی سبق. جانم به فدای دستان تو ای برادر. پس بگفت شاه که ای ماه تمام، کرده با من نیز عهدی آن تمام. ولی برادر من،
با من یک عهد دیگری هم کرده که ز عقد دخت خود شهادت کنم. به من فرموده بوده ما حسن که دخترم رو به عقد تو در بیارم و در این غم خانه دامادت کنم. الان که خب تو به سمت شهادت میری، من هم باید عهد خودم رو به جا بیارم. این برگردن من هست که این عهد برقرار باشه. کرده دامادیت را گلگون قبا، نکز خون آماده خیاط قضا. خیاط قضا مقدر الهی. اون قبای دامادیت را گلگون و آغشته به خون آماده کرده. رو برافروزند بهر هجلگاه، بانوانت شمع‌ها از تف آه. این که خب جناب نیر خب میدونست دیگه، مراسم هایی برگزار میکردن، هجله دامادی درست میکردن در مراسم های عزاداری که مثلا این گونه هجله دامادی آماده شده، برای اینکه اینها رو هم نشون بده که خب به اون نه نبوده در حقیقت، اونجا غم بوده و عشق بوده و ماتم، هیچ عروسی گرفته نشده. ولی ببینید همه این فاکتورهای مربوط به غم و اندوه رو چطور نسبت میده به اون مسائل مربوط به عروسی. گو برافروزند بهر هجلگاه، بانوانت شمع‌ها از تف آب. برای هجله دامادی شمع لازمه، ولی این شمع در اون مکان از تف آه روشن خواهد شد، یعنی آه بانوانی که آه میکشند. خواهران از درج چشم اشکبار، در برافشانند بهره از بحر نسان. خب در عروسی ها مروارید و جواهر پخش میکردن، میگه این مروارید و جواهر همون عشق خواهران و بانوان هست. از دل خونین بنات بوتراب، تشت خون آرن از بحر خضاب. بنات بوتراب یعنی حضرت زینب و حضرت ام کلثوم، یعنی دختران حضرت علی علیه السلام، عمه های در حقیقت حضرت قاسم. میگه بگوی این عمه ها از خون حنا بیارند و آماده داماد بکنند. تشت خون آرند از بحر خضاب، مویه سرگیرند از دلهای ریش، انبر افشانند از موی پریش. گریه ها کنند از به قولی دلهای سوختهشان، و انبر افشانی هم بوی خوش به قولی پخش کردن در عروسی هست. این بوی خوش از موهای پریشان اینها ساطع خواهد شد. از خراش چهره و لخت جگر، دامن آمویند از گلهای تر. افکند لب تشنگان طرف آب، عود بر مجمر ز دلهای کباب. در عروسی ها میمدن عود رو در تشتی می آوردن که مثلا روش زغال های گداخته بودیم، عود رو روی اون می انداختن و بوی خوش پر می کردن روزی رو. اینها اونقدر تشنن که اون به قولی دلشان داره از تشنگی و بیابی کباب میشه، و این بوی کباب شدن دلهای اینها مثل عود پخش میشه در اون مراسم عروسی. پس به امر درج لبکشف، شد مه و خورشید در برج شرف. حضرت ابو عبدالله اونجا خطبه عقد رو جاری میکنه. درج لوکشف، لوکشف مربوط به حدیثی هستش که از حضرت امیرعلی علیه السلام هست، میفرماید لوکشف القطا مزدت یقینا. اگر این پرده های عالم بیفتد، ذره ایمان باعث افزوده شدن ایمان من نمیشه، یعنی من پشت پرده این عالم رو دارم میبینم و یقین من با به قولی اشرافیت بر تمام رموز این عالم هست، اسرار این عالم هست. حتی اگر این پرده ها هم بیفته، باز هیچ فرقی بر یقین من نمیکنه، من در یقین تمام و تمام هستم. پس به امر درج لوکشف، این لوکشف رو دوباره به حضرت ابا عبدالله هم نسبت میده، شد مه و خورشید در برج شرف. حضرت قاسم و دختر حضرت ابا عبدالله مانند مه و خورشید در اشرفترین حالت خودشون قرار میگیرند، در برج شرف قرار. خواست بستن عقد کابین بهرشان،
نقد جان آمد سزای مهدشان. وقتی خواست که عقد اینها رو ببنده، الهامی شد که کابین و مهریه این دختر نقد جان هست، به قیمت جان هست. با همین مهران شه و شمس تاج، آن دو کوکب را به هم داد ازدواج. زهره و برجیس با هم شد قرین، خواست از نه پرده آهنگ حنین. از هر نه پرده موسیقیایی عالم آهنگ حنین و ناله برپا شد. حضرت قاسم رو به برجیس یعنی مشتری تشکیل میکنه و دختر حضرت ابا عبدالله رو به زهره و اینها رو قرین میکنه با هم. کله هله این چه جشن است و چه سور، حلقه ماتم به آیین سرور. این چه جشنی است، این چه جشنی است که فقط ماتم و غم هست در این حلقه سرور. شمع‌های بارگاه نه تتق، ریخ اشک خون به دامان افق. نه تتق منظور همون نه افلاک، یعنی قدیم میگفتن که آدم از نه فلک تشکیل شده، نه به قولی عالم پی در پی تشکیل شده. شمع‌های بارگاه نه تتق، ریخ اشک خون به دامان افق. یعنی همه عالم اشک خون ریخت. کرد چرخ آماده بهر دخت شاه، از نسیج شام دیبای سیاه. برای دختر شاه به عنوان اون خلعت عروسی نسیج و اون پارچه سیاه شامی آماده کردن. خب در اون زمان معروف بود این پارچه های شامی، ولی این همون یادآوری کننده سیر این اسرا هست که از کربلا تا بازار شام اینها رو از به قول اون راه های صعب العبور بردن تا برسانن به شامات. اولویان از غم خراشیدند رو، هوریان اندر جنان کندند مو. زهره واپس زد به گردون تبل سور. زهره نماد شوخ و شنگی هست در ادبیات باستانی. همین زهره واپس میزنه به اون تبل سور، به اون تبل میمانی. اوفکندن در جهان شور نشور، قیامت برپا شد در جهان. نشور یعنی قیامت. نصر نالان همچو برگل اندری، بسته خون جای حنا کف بل خزی. کرکس به جای بلبل در اون مهمان خانه، بر اون مثل به جای اینکه بلبل بر گل بشینه در این مهمانی، کرکس به اون مهمانی آمده و ناله میکنه. بسته خون جای حنا کف خزی. به جای اینکه حنا ببندن به دست داماد، اومدن و با خون دارن دستش رو حنا میبندن. دختران بر دور نعشن در سبور، خونفشان از دیده شعرای عبور. اینها اصطلاحات نجومی هست که اشاره به اون بنات و نعش داره در صورت فلکی های دب اکبر دب اصغر، که بنات دختران هستند، چهار تا ستاره کنار هم، نعش هم یک سری ستاره ها که مانند جنازه، و این دختران مثل این که دارن گریه می کنن بر روی سر اون نعش. خونفشان از دیده شعرای عبور. شعرا همون ستاره قطبی و ستاره کناری اون هستند. بس که در هم بود دور روزگار، شد به یک گلشن خزان جفت بهار. پاییز جفت بهار شد از دگرگون بودن دور روزگار. در میان هجله داماد و عروس، الان داماد و عروس با هم در یک خیمه نشستند. رو به هم چون فرقدان با صد خصوص. فرقدان دو ستاره هستند که در کنار ستاره قطبی به دور این ستاره قطبی میچرخند. اینها رو به اون دو ستاره تشبیه میکنه که با افسوس در جلوی هم دیگه نشستند. این سر زانو گرفته در کنار، وانز درج چشم تر بیجاد بار. یکی سر دم به زانو گرفته، یکی داره اشک میزه. کامدش ناگه
به گوش از دشت کین شاهدین راز هیهی حلب مبین. این ها نشستن، یکی داره گریه میکنه، یکی زانوی غم در بغل گرفته که از بیرون سیره حلم ناصر دیگر سلمی میاد، حلم معین. اما عبدالله سیهه میزنه که حلم ناصر دیگر سلمی هیچ یاری کننده نیست که من رو یاری بکنم. گفت که ای نابرد کام از زندگی، رفتم از کوی تو با شرمندگی. عذر من بپذیر و وارهل دامنم، تا چو بسمل دست و پا در خون زنم. بسمل یعنی قربانی، چون قبل از قربانی کردن بسم الله الرحمن الرحیم میگفتن، این لفظ بسمل به عنوان قربانی استفاده میشه. عذر من را بپذیر، دامنم را رها کن، تا مثل یک قربانی دست و پا در خون بزنم. دیر شد یاری فرزند رسول، کن وداعم زود کن عذرم قبول. واهلم تا رو به قربانگه کنم، جان نثار خاک پای شه کنم. مر مرا از خون خیش اورنگ به، که عشیق با وفا یک رنگ به. عاشق با وفا یک رنگ باید باشم، پس من باید در خون خودم غرق بشم و سر پا با سر رو باشم. سیر شد دوران ز عیش فرخم، نوعروسا سیر بنگر بر رخم. نوعروسا تار گیسو باز کن، موکنان آهنگ ماتم ساز کن. نوعروسا توشه گیر از بوی من، که نخواهی دید دیگر روی من. در عروسی طرح رسم تازه کن، از خراج چهره بر رخ خازه کن. این آرایه هایی که می زدن بر صورت عروس به غازه کردن معروفه. میگه تو طرح تازه‌ای در عروسی بریز، با خراج دادن صورت خود را به آرای. از سرشک دیده بر روزن گلاب، بر رخ از موی پریشان کش نقاب. از عشقهای خودت بر روی خودت گلاب بزن، این عشقهای خوشبوی تو نقش گلاب رو بازی بکنه و موهای پریشان تو نقش نقاب رو بازی کنه. نیل غم کش بر بساط شادیم، از کفن کن خلعت دامادیم. چون گل از عشقم گریبان پاره کن، حلقه زنجیر طوق و یاره کن. معمولا دست عاشق بر گردن معشوق باید قرار بگیره، دست داماد بر گردن عروس قرار بگیره. میگه اشکالی نداره، تو از زنجیر برای خودت گردن بند و دست بند درست کن. سربرهنه با دو چشم اشک ریز، مهد برنه بر عیون بی جهیز. سوار شترانی که بدون محمل هستن بر اونها سوار شو، سربرهنه با به قولی خب در حقیقت معجر اینها رو گرفته بودن. بعضی ها اعتقاد دارن که چون اهل بیت عصمت و طهارت باید همیشه در اون حال عصمت بوده باشن، پس اینها امکان نداره که معجر اینها رو گرفته باشن. این نظرها هست. جناب نگه میگه نه، این نیست، این نافی عصمت اینها نیست، اینها به زور تحت اون شرایط بودن و معجر اینها رو از سر کشیده بودن و اینها موهای پریشان خودشون رو حجاب روی خودشون کرده بود. سر برهنه با دو چشم اشک ریز، مهد بر نهبرهایون بی جهیز. چتر بر سر از غبار راه زن. خب اینها خانواده بزرگترین خانواده عرب بودن، اگر بر سبیل مروت بود باید اینها مانند شاه، مانند شاهان، مانند خانواده شاهان باهاشون تکریم میشد، رفتار میشد. باید چتر بالای سر اینها میگرفتن، باید به بهترین حالت این سفر رو انجام میدادن. اینجا میگه که نه، تو این مسیر رو اینطور بر روی به قولی شترانی که بدون محمل هستن طی خواهی کرد و گرد و غبار را چتر بالای سر تو خواهد بود. چتر بر سر از غبار راه زن، بر فلک آتش
ز شمع آه زن رو به سوی مقتلم با ناله کن. وقتی که اسرا رو از کنار مقتل می‌بردن، همه اینها خودشون رو از محمل‌ها به زمین انداختن و شروع به گریه کردن. سیر باغ ارغوان و لاله کن، غرق خونم در میان هجله بین، تشته ماهی در کنار دجله بین، مو پریشان ساز با شور و نوا، انبرستان کن زمین نینوا، روی خود نه بر رخ گلگون من، ارغوانی کن ازار از خون من. وقتی من شهید شدم، بیا روی تو رو، روی خودت رو بر روی من بگذار، بگذار روی تو هم از خون من ارغوانی بشه. ناله در هر شهر و هر ویرانه کن، هر کجا سوریست ماتم خانه کن. خواست چون رفتن برون از هجرگاه، دامنش بگرفت نادان دخت شاه. گفت کی جانها اسیر موی تو، کی ببینم بار دیگر روی تو. گفت مانده سر و قامت یار من، گفت مانده سر و قامت یار من، بر قیامت وعده دیدار من. گفت با آن شوکت و زیب و فرد، من چسان بشناسم اندر محشر. گفت من بار دیگه تو رو کجا میتونم ببینم؟ گفت دیدار ما موند به قیامت. گفت در قیامت تو در بین این شهدا با اون کبر و فر و زیب و فر خواهی گذشت، مانند اون اولیای الهی خواهی گذشت. من چطور تو رو بشناسم؟ چطور تو رو پیدا بکنم؟ آستین زد شاک، گفتش ای حبیب، این نشان توست در روز حساب، در روز حساب این آستین پاره من نشان تو باشد، که گواه عاشقان راستین پیش اهل دل بود در آستین. این بگفت و ران سوی رزمگاه، با تعنت گفت با میر سپاه. تعنت یعنی با طعنه. حضرت وقتی میره به اون قتلگاه و رزمگاه، راوی میگه که از دور دیدم یک فرزند نوجوانی داره با سرعت به سمت به قولی رزمگاه میاد، سوار اسب شد، حتی بند کفشش رو هم نبسته بود، اینقدر عجله داشت، میترسید که حضرت عبدالله باز مانع بشه بگه نرو. برای اینکه مانع نشن با عجله داشت به سمت رزمگاه میرفت، حتی بند کفشش رو نبسته. همین که سوار اسب میشه میاد به میدان، شروع میکنه باز به رجز خواندن. خب اینها فرزندان علی ابن ابی طالب بودن، در نطق سرآمد مردم بودن، با اینکه 14 ساله بوده شروع میکنه به احتجاج کردن، شروع میکنه با حرف زدن و خطاب قرار دادن و اون احساس برتری رو نشون دادن به دشمن. در این بگفت و ران سوی رزمگاه، با تعنت گفت با میر سپاه، کس به خود را داده ای آبیده ای؟ گفت آری. گفت ویحک شرمی، اسب خودت رو آب دادی؟ با اون فرمانده سپاه گفت، گفت آره آب دادم. گفت شرم باشه بر تو، اسب تو سیراب و فرزند رسول، نجز تاب تشنگی از جان ملوم. فرزند پیامبر از تشنگی داره در به قولی بیابان هلاک میشه، اون وقت تو اسب خودت رو هم حتی دریغ نکردی و سیرابش کردی. این رو که میگه اون شرمگی میشه و سرش رو پایین میندازه. سر به زیر افکند از شرمان انید، انید یعنی عناد کننده، که به پاسخ حجتی در خور ندید، نتونست پاسخ شده. شامعی را گفت که ساز جنگ کن، عوضش به یک فرمانده جنگ گفت که برو با این بجنگ. این فرد شامعی یعنی اهل شام بود، یکی از پهلوانان اون سپاه دشمن بوده و اهل شام بوده در حقیقت. به اون میگه که برو با این کودک جنگ کن، با این نوجوان جنگ کن. و اون شامی میگه که بر من ننگ هست، من پهلوان پهلوانان هستم، من با هزار نفر به قولی برابری میکنم در میدان جنگ، من رو بخوایی بفرستی به جنگ این کودک؟ من 4 فرزند دارم که هر کدوم از اینها میتونه 100 تا از این کودکان رو بکشه، یکی از اونها رو میفرستم و اون میره و هلاکش میکنه.
شامه ای را گفت ساز جنگ کن سوی رزم این سبی. سبی یعنی پسر کوچک، پسر نوجوان. آهنگ کن. گفت شامی ننگ باشد در نبرد، کف کند با کودکی پیکار مرد. خود تو دانی که مرا مردان کار، یک تنه همسر شمارد با هزار. من با هزار جنگجو برابری میکنم. دارم اینه چهار فرزند دلیر، هر یکی در جنگ زاوی شیرگیر. زاو یعنی پهلوان، قدر قدرت. نک روان دارم یکی بر جنگ او، با همین از چهره شویم ننگ او. گفت اینان زادگان حیدرند، در شجاعت وارث آن سرورند. خورد سامر بینیش خورده مگیر، اینها کودک نیستن، اینها زاده حیدر هستن. خورد سامر بینیش خورده مگیر، که ز مادر شیر زاید زاده شیر. اینها شیر بچه هم. اسدالله هم، اینها زاده حیدر هم. از فراز چرخ بودی جوشنش، گر بخوردی تن بر این دادی تنش. این اگر اون جلوه آسمانیش اینجا بود، باید جوشنش و زرهش هم از آسمان بود، به اندازه آسمان بود. نبین که این خورد هست به یک سپر و زره معمولی برداشته و بر تنش بزرگ به نظر میرسه. این شررها که از نژاد آتشند، خرمنی هر لحظه در آتش کشن. اینها از نژاد آتش هستند، در یک لحظه یک خرمن رو به آتش میکشن. نسل حیدر جملگی امرفکنند، که به نسبت خوشه آن خرمنند. عمر بن عبدوبر که داستان جنگ بدر هست، هیچ کس یارای مقابله در برابر این پهلوان نامی عرب رو نداشت. حضرت علی بن ابی طالب تنها کسی بود که داوطلب شد و در مقابل این پهلوان ایستاد و اون رو به سختی شکست داد. اینجا به اون اشاره میکنه، نسل حیدر جملگی امرفکنند، که به نسبت خوشه آن خرمنند. آن که از پستان شیری خورد شیر، گرچه خورد آمد شجاع است و دلیر. اینا شیرزاده هست. گر نبودی منع زنجیر قضا، تنگ بودی بر دلیریشان فضا. الان این زنجیر قضا و قدر الهی هست که این عرصه رو بر اینها تنگ کرده. این مقدرات، این خواست خداوند هستش که این مقدرات رو بر اینها تنگ کرده، و الا این فضا بر اینها عرصه تنگی بود. اینا جنگاورانی هستند که هزاران هزار جنگاور در برابر اینها توان مقابله ندارند. داد شامی از سیه بختی جواز، پور را بر حرب آن ماه حجاز. این شامی سیه بخت اجازه نبرد به فرزندش داد که بره با این ماه حجاز به قولی جنگ کنه. شاهزاده راند باره سوی او، اسبش رو به طرف اون به قولی حرکت داد. یافت ناگه دست بر گیسوی او، این موهاش از پشت بسته شده بود، دستش رو انداخت حضرت قاسم بن حسن و این موهای این رو گرفت و با یک حرکت این رو از روی اسب به زیر کشید. موکشان بربود از زین پیکرش، داد جولان در مساف لشکر است. در جلوی لشکر این رو حرکت داد و به زمین زد. آنچنانش بر زمین کوبید سخت، که استخوان با خاک یکسان گشت و پخ. استخوانهایش شکست. هم یکا یک آن سه دیگر زاده وی، رو به میدانگه نهاد او را زپه. اون سه فرزند دیگر این شامی هم یک به یک اومدن و در مقابل حضرت قاسم ایستادن. در نخستین حمله آن میر راد، پای پیکارش نماند و سر نهاد. یک یک اینها رو کشت و از بین برد و هلاک کرد. ساکنان ذروه عرش برین، ز آسمان خواندند بر وی آفرین. شامی آمد با رخ افروخته، خود این شامی اومد به میدان. دل ز داغ سوگواری سوخته، اهرمن چون با فرشته شد قرین، کرد رو بر آسمان سلطان دین. این دیو و فرشته در برابر هم که قرار گرفتن، از این طرف در خیمه‌گاه حضرت عبدالله
دستها رو بلند کرد و دعا کرد. کی مهین یزدان پاک ظلمنن، این فرشته چیره کن بر اهل من، این فرشته رو بر این اهلی من پیروز کن. لب به هم ناورده شه سبت کریم، کرد شامی را به یک ضربت دونیم. این دعا به اتمام نرسیده حضرت قاسم این شامی رو دونیم کرد. زانچنان دعوت نبودیم بس عجب، بود عاشق صوت دا زانچنان دعوت نبودیم بس عجیب، بود عاشق صوت دایی را مجیب. عاشقی داشت صدای دعا کننده ای رو اجابت میکرد. ببینید معمولا ما میگیم که عاشق ما هستیم، بندگان هستن و معشوق خداوند. اینجا کار به جایی رسیده که جای عاشق و معشوق هم عوض شده. خداوند عاشق هست و ابا عبدالله معشوق و دایی هست. زانچنان دعوت نبودیم بس عجیب، بود عاشق صوت دایی، یعنی صوت دعا کننده را مجیب، اجابت کننده. ای خوشان صوتی که او جویای اوست، ای خوشان صوتی که او جویای اوست. رای این در هر چه خواهد رای اوست، هر چه اون میخواهد اون معشوق ازل و ابد هم همون رو میخواهد. نیم آزله خطا رفته ای عجیب، صوت دایی بود خود صوت مجیب. نه اشتباه کردم، این اصلا صدای دعا کننده همون صدای اجابت کننده بود. داندم که از سر عشق آگه بود، که این همه آوازها از شه بود. کسی که از اسرار عشق آگاه هست اون میتونه متوجه بشه و بفهمه که این سر عشق چی هست، که این همه آوازها از شه بود. رو حدیث کنت و سمعه باز کن، تا بیابی رمز این سر نهان. برو حدیث کنت و سمعه، یعنی حدیث قرب نوافل، این حدیث قرب نوافل رو بخون تا بفهمی که این چه سری و چه رازی در این هست. اجازه بدید من این حدیث رو در این قسمت توضیحات هست این رو بخونم خدمتتون. حدیث قدسی هست که از پیامبر نقل شده، میفرماید و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علیه و انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فاذا احببته کنت اذا سمعه الذی یسمع به. من به بنده ای از بندگانم نزدیک نمیشم بل مگر به واسطه قرب نوافل، یعنی به واسطه این نافله ها، اعمال مستحبی و کارهای نیکی که بنده انجام میده و من عاشق اون میشم و اون عاشق من میشه و این محبت و نزدیکی به حدی میرسه که من گوش اون میشم که با اون گوش میشنوه، چشم اون میشم و بصره هو الذی یبصر به و لسانه هو الذی ینطق به و یده هو الذی یبشط به اذا دعانی اجبته و اذا سألنی اعطیته. مرا دعا بکنیم استجابت خواهم کرد، از من بخواهد قبول خواهم کرد. این هست مرتبه قرابت بنده به معبود و خداوندگار. از این داره استنباط میکنه که صوت دایی همون صوت مجیب بود. وجود ابا عبدالله سراسر خدا شده بود. در اون بخشی که خواهیم خون به جبرئیل عرض کردن میگه که جبرئیلا این که بینی نی منم، اوست یک سر، من همین پیراهنم، چیزی از من باقی نمونده، یک پیراهن باقی بوده. سراسر وجودم رو وجود حق تعالی فرا گرفت. رو حدیث کند و سمعه باز خان، تا بیابی رمز این سر نهان. شد چو از تیغش دومیمان رزم کوش، مرحبا آمد ز یزدانش به گوش. تافت شهزاده عنان از رزمگاه، شکوه بر لب از آتش تا نزد شاه. وقتی اون رو به هلاکت رسوند، آتش حضرت رو بیتاب کرد و دوباره برگشت به سمت خیمه‌گاه و به نزد ابا عبدالله. خب این رو معمولا در مورد حضرت علی اکبر این اتفاق افتاده، در مورد حضرت
قاسم این اتفاق افتاده، در مورد چند از این فرزندان و نزدیکان خاص این اتفاق افتاده. گفتن که اینها اومدن و تقاضای آب کردن. نه، اینها تقاضای آب نمی کردن، اینها می اومدن آخرین وداع رو انجام بدن. در حقیقت می اومدن دست حضرت رو می بوسن. اکثرا هم دیدن که میان دست حضرت رو می بوسن. تفسیر کردن که ایشون انگشترش رو به دهان اینها می گذاشت و اینها سیراب می شدن. این رو هم می تونیم تفسیر بکنیم، ولی در واقع این هست که اینها برمی گشتن برای وداع نهایی. می اومدن وداع نهایی می کردن و می رفتن. می دونستن که دیگه این برگشتی وجود نداره. تا شهزاده اینان از رزمگاه، شکوه بر لب از آتش تا نزد شاه. دید چون خوشیده یاقوت ترش، بر دهان بنهاد شاه انگشترش. وقتی دید لبانش ترش شده، انگشترش رو آورد و بر لبان اون گذاشت. کرد آگاهش ز رمز عشق شه، بر دهانش مهر زد، یعنی که سه رمز و راز عشق رو بر اون روشن کرد، آگاهش کرد از رمز و راز عشق. ولی مهر بر دهانش گذاشت که ساکت باش. اون باز شعر مولانا که چی میگه؟ آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. احسن، ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، مهر بر لبهای ما بنهادند. چشمه جوشید از آن چون سلسبیل، زندگی بخش 200 خضر دلیل. مانند سلسبیل، سلسبیل چشمه بهشتی هست. اینها سراسر وجودشون مثل این که دوباره از به قولی اون آب حیات معنوی سیراب شد. چون لب لعلش از اون سیراب شد، تشنه دیدار جد و باب شد. تاخت سوی رزمگه با صد شتاب، بادپا چون تشنه مستعجل براب. مستعجل یعنی عجله کننده، مثل اینکه این بار به دنبال آب حیات بود. شیر بچه تیغ مردفکن به مشت، کشت از آن روباه مردان آنچه کشت. حیدرانه تیغ در لشکر نهاد، پشته ها از کشته ها ترتیب داد. ظالمی زد ناگهش تیغی به فرد، تنز زین برگشت در خون گشت غرق. نوعروس از غم گریبان چاب کرد، فاطمه در خود بر سر خاک کرد. کرد رو با شیر حق که ای داورم، وقت آن آمد که آیی بر سرم. برمیگرده حضرت عبدالله عموی خودش رو صدا میکنه که میگه وقتمون رسید که بر بالای سر من بیاد. زد فلک در نیل رخت شادیم، خاک و خون شد هجله دامادیم. شاهدی آمد به بالین حبیب، دید دامادی دو دست از خون خزید. دو دست دامادش از خون حنا شد. سربریدن را ستاده بر سرش، قاتلی در دست خونین خنجرش. اون کسی که ضربه زده بود میاد که به قولی سر حضرت را از بدن جدا بکنه. حضرت عبدالله میرسه، میبینه که همچین فردی ایستاده بالای سرش، با شمشیر میخواد بزنه، این دستش رو بلند میکنه، دست اون فرد قطع میشه. وقتی دستش قطع میشه، اون دوستان اون که از اون اطراف بودن، اینا حمله میارن به سمت عبدالله. عبدالله میبینه که اینا حمله کردن، ایشون هم شروع میکنه به حمله کردن. یک جنگ و گریزی اتفاق میفته، تمام اسبها از این سمت به اون سمت میرن، از اون سمت به این سمت میرن، تا گرد خاک میخواد و حضرت برمیگرده تا ببینه چه آمدی بر سر فرزند. میبینه که زیر پای اسبها این برک برک بدنش از هم جدا شده. دست او افکن با تیری زدوش، لشکر از فریاد او آمد به جوش. زد به لشکر شاهدین با تیر تیز، گرم شد هنگامی جنگ و گریز. پیکر آن تازه داماد گزین، شد لگد کوب ستور اهل کین. شهر چو آمد بار دیگر بر سرش، دید با حالی دگرگون پیکرش. برگ برگ نوگل باغ خدا، از سموم کین شده از هم جدا.
گفت با صد حسرت و خون جگر که ای همایون فال و فرخ رخ پسر، قاتلانت در دو عالم خار با، خصمشان پیغمبر مختار با. پیامبر دشمن اینها باشه، سخت صعب آید به همت زندگی، که تو اشخانی گه درماندگی، بهر یاری تو بر ناید فرو، یا نبخشد بر تو آن یاریش سو. خیلی سخت هست بر عموی تو که در زمان درماندگی صدایش بکنی و ایشون و عمویت بیاد و این آمدنش بر تو سودی نبخشه یا یاری نتونه بر تو بکنه. سخت صعب آید به عمت زندگی که تو اشخانی گه درماندگی، بهر یاری تو بر ناید فرو، یا نبخشد بر تو آن یاریش سود. پس کشیدش در کنار از لطف شاه، برد نالانش به سوی خیمگاه. گفت مهلن ای عزیزان گزین، که هوان واپسین ماست این. خردسالترین و کوچکترین جنجوی ما بود، این خردسالترین یار و مصاحب ما بود. یارب این قوم سیه دل خار با، بر جبین شان داغ ننگ و آر باد، بر پیشانی اینها داغ ننگ باشد. ای جهان داور ملیک هفت و چار، و نمان دیار از این از ایشان در دیار. ای خداوند هفت فلک و چار عنصر، از اینها دیاری در این دیار در این زمین باقی نمانده. خب به پایان ذکر شهادت حضرت قاسم میرسیم و در اینجا این جلسه رو به اتمام میرسونیم. انشاءالله فردا اگر مدتی بود به صورت آنلاین و نه حضوری این بخش های بعدی رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. السلام علیکم.